میرزا مهدی 1848-1870 غصن الله العطر. میرزا مهدی که از جانب پدر بزرگوار خود به لقب غصن الله العطر ملقب شده بود، دومین پسر حضرت بهاءالله و از طرف مادر با حضرت عبدالبها مشترک بوده و برادر تنی ایشان به شمار می رفت. در سال 1870 که فقط 22 سال از عمر مبارکشان می گذشت، هر روز طرفهای غروب به بام قلعه رفته و به دعا و مناجات می پرداخت. در آن بالا از یک طرف دریای آبی رنگ مدیترانه و از ماورای آن دورنمای کوه کرمل و از طرف دیگر دشت وسیع عکا دیده می شد. یک روز غروب هنگامی که میرزا مهدی در بالای بام در حال دعا و مناجات و غرق در دریای تفکر و توجه به ساحت حضرت بیچون بود، متوجه روزنه هواکش روی پشت بام نشده، از آنجا به طبقه پایین سقوط کرده به صندوقی چوبی اصابت نمود که در نتیجه آن سینه مبارکش شکافته شد و زخمی مهلک ایجاد گردید. آقا حسین میگوید با آنکه واضح بود که حضرت غصن الاطهر درد شدیدی را تحمل می کند، ولی می کوشید تا ادب و وقار خود را در مقابل عیادت کنندگان و اصحاب که برای دیدار و ادای خدمت در کنار بسترش رفت و آمد می کردند حفظ نماید. آقا حسین به خاطر دارد که حضرت غصن الله العطر از اینکه در حضور آنها دراز بکشند و یا بخوابند احساس ناراحتی می کرد و بالاخره 22 ساعت بعد از سقوط آخرین نفس را برآورد. آقا حسین تعریف می کند که هیکل مبارک با صدای بلند می گریستند و می فرمودند مهدی، ای مهدی. و باز تعریف می کنند که قبل از صعود غصن الاطهر هیکل مبارک از او پرسیدند آقا چه آرزویی داری؟ به من بگو. او جواب داد آرزو دارم که اهل بها موفق به ورود در محضر شما بشوند. هیکل مبارک فرمودند خداوند آرزویت را برآورده خواهد فرمود. حضرت ولی امرالله می فرمایند آن سازج وفا در لحظات اخیر حیات از ساحت اقدس رجا نمود که جان مقدسش چون فدیه‌ای در سبیل تحقق آمال دوستان قبول و به ارادات خفیه الهی ابواب سجن و لقا بر وجه اهل بها گشوده گردد. تاریخ وفات 23 جون 1870 میلادی مطابق با 23 ربیع الاول 1287 هجری قمری. تهیه شده در کانال تلگرام عاشقان بهار.